آژانسی اطلاعاتی ملی تاجیکستان خاور کمپانی بر ضد اسلام با نام ما بر ضد متعصبی و اکستریمیسم را شروع نمود. با کمپانی مذکور اربابان شناخته علمی با مانند خادم پیشقدم علم و فن مرکزی تحقیقات تمدن و منطقوی اکادمی علم های روسیه، دکتر علم های تاریخ پروفسور رحیمبک باباخانوی در شهر مسکو زیست کننده جلب کرده می شود. دیروز امروز دیدم که این سیمبولیک اتریبوت که اسلام هست. متاسفانه اکستریمیزم و تروریزم در کشورهای جهان خصوصا با اهالی مسلمان نشین طبیعت دینی و متعصبی دارد، میگوید او. نه برادرو اخو پرایرا برای روش سطر رید رفته سای نسبتی چاره هایی که از جانب رژیم رحمان در مبارزه علیه اکستریمیزم اندیشیده می شود، رحیمبک باباخانوف چنین میگوید. جالب بود. درست. این در موضوع اسلام خانوادگی بنده دارم زیاد بحث میکنم، بیشتر در گروه های شبکه های اجتماعی در فیسبوک. سالهای اخیر حکومت جمهوری علیه تعصب دینی، اکستریمیزم و تروریسم مبارزه فعال میبرد. بعضی موفقیت ها در مبارزه مذکور نمایان است. فعالیت اسلامی سیاسی منع کرده شد، ولی این کم میباشد. خرافات و شعوری کهنه دینی اساسی است که تعصب دینی و اکستریمیزم را رواج می دهد. در جامعه تاجیکستان چنین ظهورات وجود دارد و در حیات هر روزه میلیون ها انسان ها در قلمرو کشور نقشی مهم دارد. من خیلی شادم که آژانسی اطلاعاتی خاور علیه متعصبی و اکستریمیزم اقدامی به مدت را اعلان نمود. امیدوارم که برای هر یک صاحب عقل تاجیک اقدام مذکور برای مبارزه علیه جهالت پرستی، قدریت های به ما بیگانه، رادیکالیزم، خرافات پرستی، اکستریمیزم و تروریسم کمک میکند، گفت باباخانوف. خبرنگاری خبرها برای فهمیدن فکری ساکنان تاجیکستان آید حادثه های آخرین با بعضی آنها هم صحبت شد. با عقیده آنها افزایش شماره انسان هایی که به دین اسلام عمل میکنند حکومت کشور را به تشویش میارد، که به مناسبت این در واخری های نقشگی خدمات امنیتی دولت با امام خطیبان معمایی چطور در بین جوانان مسلمانان عمل کنندگان را کاهش دهیم، اینچنین چطور در بین جوانان شماره مسجد رو را کاهش دهیم زود زود برداشته می شود. در این خصوص با شرط نهانی یکی از ساکنان تاجیکستان که به واسطه با امام خطیبان در تماس می باشد اطلاع داد. شرفتی سیدولوزی نامدی می شود.